به نام خدا. سلام، میخواییم بریم سراغ ماده 29 شرایط عمومی پیمان به عنوان تغییر مقادیر کار، قیمتهای جدید و تعدیل نرخ پیمان. خیلی ماده مهمیه، بسیار ریزکاری داره، یعنی جدا از این که حالا خودش خیلی کمه مادهش، ولی کلی ریزکاری داره. میدونم کلی سوال تو ذهنتونه که آقا یک ردیف چقدر میتونه افزایش داشته باشه، میتونه 5 برابر بشه، میتونه 20%، 30%، 50% افزایش پیدا کنه، یک فصل چطور، کل مبلغ قرارداد چطور، اگر که از سقفش مبلغ قراردادمون بیشتر شد چی کار باید بکنیم، آیا اگر که تغییر مقادیر داریم متناسب با اون تضمین انجام تعهداتمون هم زیاد میشه، آیا مبلغ پیش پرداختمون هم زیاد میشه. من سقف تغییر مقادیرم پر شده، اما قیمت مبلغ قراردادم هنوز جا داره، میتونم افزایش داشته باشم، چه اتفاقی براش میفته. من به یه آیتمی خوردم، قیمت جدیده، چجوری باید تو صورت وضعیت بیارم، تعدیل معکوس داستانش چیه، چرا این کار انجام میدم و چجوری باید تو صورت وضعیتم اعمال بکنم. در مورد اینکه حالا من به یه ردیفی اجرایی خوردم، این تو فرست بای منظم به پیمانم هست، ولی مقدار اولیه‌اش صفر بوده، این تغییر مقادیره یا قیمت جدیده. در مورد همه اینا با مثال صحبت میکنم، چند تا جدول تغییر مقادیر پروژه مختلفو بهتون نشون میدم، قیمت جدیدو با مثال بهتون نشون میدم که چجوری و با چه عددی میره تو صورت وضعیت میشینه و بهتون اعمال میشه و پرداخت میشه. همه اینا رو توضیح میدم، ماده بسیار مهمیه، حتما باهاش برخورد میکنید در حین کار و کلی ریزکاری داره که اصلا توی ماده 29 نیست، یعنی باید بیام از 7-8 جای مختلف بهتون بگم که اینها از کجا میاد و دلیل و مدرک حرفم چی هستش. خواهشاً با دقت گوش بکنید این جلسه رو که قطعاً به دردتون میخوره. قبل از اینکه حالا بخوام برم شروع بکنم خود ماده 29، یه توضیح اولیه بدم که کامل تو ذهنتون بشینه، بعد با هم میریم ماده ها رو میخونیم، ماده 29 رو میخونیم، بعد میریم سراغ استعلام های سازمان برنامه بودجه و کلیم هاش که آقا من چجوری میتونم کلیم کنم، ادعا کنم در مورد این موضوع و بگم که آقا تغییر مقادیر من به چه شکله، چجوری میتونم قیمت جدید بگیرم. اینا رو همه رو با هم دیگه تو این جلسه راجبش صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه وارد ماده 29 بشم، گفتم یه در واقع تعریف ابتدایی رو بهتون بگم، اگرچه تا اینجای کار دید مناسبی نسبت به کار جدید، قیمت جدید، آیتم ستاره دار و تغییر مقادیر دارید، یعنی سر توضیحات دادم بهتون، اما میخوایم کامل ترش بکنیم. خب فرض کنید که یه کارفرمایی شب خوابیده، صبح بلند شده، گفت آقا من میخوام یه پل بسازم، یه تونل بسازم، یه راه میخوام بسازم، یه ساختمون میخوام بسازم. برای این کار میاد از عوامل خودش یا از مشاوری که استخدام کرده استفاده میکنه، برای اینکه برن اون پروژه رو، منطقش رو ببینن، برداشت بکنن و با توجه به اون طراحی کنن، نقشه بدن. خب یکی از کارهایی که انجام میشه اینه که میان نقشه های اولیه رو میدن، رو نقشه های اولیه برآورد میکنن. این برآوردم قبلا بهتون گفتم برآورد با صورت وضعیت چند تا فرق داره. اول اینکه برآورد در واحد مشاور یا کارفرما انجام میشه، صورت وضعیت در واحد پیمانکار. برآورد پیش از انجام کاره، ولی صورت وضعیت بعد از انجام کاره. برآورد تخمینی از انجام کاره، ولی صورت وضعیت بر اساس صورت جلسات و مقادیر انجام شده واقعیه. پس برآورد میکنن. حالا توی این برآوردی که انجام شده، تخمین دیگه بر اساس نقشه‌های اولیه است. زده آقا بتون ریزی 300 متر مکعب. خیلی خوب. ما وارد پروژه میشیم به عنوان پیمانکار، کارو تو مناقصه شرکت کردیم، برنده شدیم، تحویل زمین رو گرفتیم که توی جلسه قبلی مفصل در موردش توضیح دادم که پیمانکار چقدر وقت داره که بیاد زمین رو تحویل بگیره، اگر نگیره چی میشه، کارفرما چقدر مهلت داره که زمین رو تحویل بده، اگر نده بر اساس اینکه حالا بخشش رو نده یا کلش رو نده چه خسارتهایی باید به پیمانکار بده و چه حقوقی به پیمانکار تعلق میگیره. اینا رو گفتیم همه جلسه قبل. پس میرسیم به خود اجرای کار. من پیمانکار میام اجرا میکنم، میبینم بابا این نقشه‌های اولیه یه ذره تغییر کرد یا برداشتشون یه ذره غلط بود. بتون‌ریزی من که 300 متر مکعب بود در ابتدا تو برآوردم، الان شده 350 متر مکعب. خب این میشه تغییر مقادیر، یعنی مقدار من تغییر کرده. این تغییر میتونه رو به بالا باشه، افزایش داشته باشه، یا رو به پایین باشه و کاهش داشته باشه. این میشه خود ماهیت تغییر مقادیر بدون کار جدید.
یعنی یک فعالیت اجرایی میتونه مبلغش افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه بدونه که ما راجع به اصلا کار جدید صحبت بکنیم. حالا بریم سراغ کار جدید. کار جدید رو بهتون گفتم دو تا بخش داره. یه بخشش اینه که من مثلا به عنوان کارفرما ابلاغ میکنم یه کار جدیدی رو که یا دستور کار یه کار جدیدی رو میدم، که اگه یادتون باشه گفتم دستور کار چیه، نمونهاشو با هم دیگه دیدیم، فرقشو با اوردر و پرمیت دیدیم، گفتیم که مهندس مشاور ابلاغ میکنه اما اگر بار مالی داشت باید کارفرما ابلاغ بکنه. یه دستور کار میاد که آقا یه سازه بتونی هم اونجا اجرا کن، یا اینجا که مثلا 5 متر طول بود حالا مثلا دیوار حائلتو 10 متر طول اجرا بکن، میزان بتونریزیت میره بالاتر. این کار جدید من چون آیتم های مربوطش قبلا تو برآورد بوده، یعنی آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتون‌ریزی این دیوار حائل تو برآوردم بوده، حالا به من میگه به جای 5 متر طول 10 متر طول اجرا کن، یعنی مقادیرم رو دو برابر کرده. این میشه تغییر مقادیر. پس کار جدید یه بخشش میشه تغییر مقادیر، اما کار جدید یه بخشش میتونه قیمت جدید باشه که توی بند جیم ماده 29 شرط عموم پیمان میخونیم. میگه که آقا من این ردیف اجرایی که میگی و کارفرما توی برآورد اولیه‌ام ندارم، حالا چیکار باید بکنم؟ باید بیای بر اساس 4 تا پارامتر نیروی انسانی، ماشین‌آلات، ابزار، مواد و مصالح و حمل آنالیز بکنی، که بهتون نشون میدم نمونه آنالیز رو و نمونه این که یه قیمت جدید رو چطوری در میارن. آنالیز بکنی، یه قیمت در بیاری. راجع به قیمت جدیدم گفتم بر اساس قیمت روزه. یعنی چی؟ یعنی ضریب منطقه، ضریب صوبه، ضریب پیشنهادیت همه رو باید در نظر بگیری. تنها ضریبی که بهش اطلاق میشه ضریب بالاسریه. یعنی اگر که شما درآوردی قیمت جدیدت رو به عنوان پیمانکار، چون پیمانکار قیمت جدید رو آنالیز میکنه، پیشنهاد میده به مشاور، مشاور به کارفرما و بعد ابلاغ میشه، اگر درآوردی بهای واحد رو 5000 تومان، این 5000 تومان فقط ضریب بالاسری بهش تعلق میگیره، نهایتا میشه 6500 برای مناقصات عمومی که ضریب بالاسریشون 1.3، ترک تشریفات باشه 1.2، اینا طرحهای عمرانیه. غیر عمرانی رو گفتم 1.41 و 1.3 برای مناقصات عمومی و ترک تشریفات مناقصه. پس این از کلیات قیمت جدید، خیلی مفصله، باید دونه دونه بریم رو جدول بهتون نشون بدم، روی مثال بهتون نشون بدم، میخوام فقط کلیات رو بدونید. حالا افزایش مقادیر سقفش به چه شکله؟ یک ردیف میتونه چند برابر بشه؟ یه ردیف میتونه 10 برابر بشه، 100 برابر بشه. هیچ محدودیتی برای ردیف نداریم. چطور محدودیت نداریم؟ محدودیت نداریم چون شما داری بر اساس بهای واحد قیمت میدی. شما میگی که آقا هر متر مکعب بتون ریزی 500000 تومان. حالا 100 متر مکعب کار بکنی 100 ضرب در 500000 تومان میشه، 1000 متر مکعب کار کنی 1000 ضرب در 500000 تومان میشه. شما آنالیزت برای 1 متر مکعب بر اساس بهای واحده و مشکلی نداره. پس وقتی که ما توی فهرست بها نگاه میکنیم میبینیم زده بهای واحد برای این مقتونی است، زده بهای واحد، خب چه اتفاقی میفته؟ تو بهای واحدمون ما برای 1 متر مکعب، 1 متر طول یا 1 واحد از اون فعالیت دیدیم، پس اصلا ردیف ما 100 برابر بشه هیچ تأثیری نداره. اما تا کجا تأثیر نداره؟ تا جایی که مبلغ فصلم نسبت به مبلغ فصلم در برآورد بیشتر از 25% نشه. یعنی اگر در برآورد اولیه مثلا مبلغ فصل هفتمم بوده 100 میلیون تومان، من نهایتا در حین اجرای کار میتونم 125 میلیون تومان تو فصل کار بکنم. آقا من فصلم زیاد شد، میخوام بیشتر کار بکنم. اینجا دستور عمل ارائه پیشنهاد قیمت از توی پیمانکاران سال 87 میاد وسط، بهتون نشون میدم، میگه اگر میخوای این کار رو بکنی هیچ اشکالی نداره، منتها بین ضریب جزء فصل و ضریب کل پیشنهادید اون حداقل رو باید لحاظ بکنی. گرفت چی شد؟ پس فصل هم هیچ سقفی نداره، ولی اگر از 25% مازاد مبلغ برآوردش بیشتر شد، که توی جدول تغییر مقادیر بهتون نشون میدم این چجوری مقایسه میشه، اگر بیشتر شد باید بین ضریب جزء فصل و ضریب کل پیشنهادی حداقل رو انتخاب کنی. بریم این دستورالعمل رو با هم ببینیم. توی آموزش مناقصات من مفصل در موردش صحبت میکنم، چون اونجا میخواییم قیمت پیشنهاد بدیم،
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بهاست. این انتها که نحوه پرداخت رو میگه، افزایش و کاهش مقادیر کار رو در موردش صحبت میکنه و یه تبصره اینجا ذکر میکنه، میگه سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد، با رعایت محدودیت های مندرج در ماده 29 شرط عمومی پیمان، حداکثر تا 25% مبلغ فصل مذکور مجاز است. برای افزایش مقادیر این ردیف ها بیش از سقف یاد شده ضریب پیشنهادی کل ملاک است. مفاد این تبصره در مورد قیمت های جدید موضوع بند 5-3 نیز حاکم و رعایت آن الزامی است. میگه اگر ضریب جزء فصلت کمتر از ضریب کل پیشنهادیته، که همون ضریب جزء فصلت چه حالا بیشتر از 25% تغییر مقادیر داشته باشه چه کمتر داشته باشه، همون اعمال میشه. پس ضریب جزء فصلمون کمه. و اگر ضریب جزء فصل بیشتر از ضریب کل پیشنهادی باشه، بین ضریب کل پیشنهادی و ضریب جزء فصل میانگین گرفت، در واقع مینیمم گرفته میشه، هر کدوم کمتر بود به فصل اعمال میشه. در واقع بیایم راحتش بکنیم، من برای همین میام به جای اینکه دو تیکش بکنم تو یه تیکه میگم. میگم آقا هر موقع مبلغ فصل کار کرده نسبت به مبلغ فصل برآورده بیشتر از 25% افزایش داشت، دیگه ضریب اون فصل به جای ضریب جزء فصل میشه ضریب کل پیشنهادی. این میشه در واقع چکیده این موضوع. پس حواستون به این موضوع باشه. حالا چند تا ریزه کاری میگیم آقا این فصل من ضریب بالاسری و ضریب حالا منطقه و ضریب صوبت و اینها هم بهش تعلق میگیره، هر ضریب پیمانی که داره. میگم ببین هرچی به این فصل کار کرده تعلق بگیره، خب به فصل برآوردت هم تعلق گرفته دیگه، چون ما الان صحبت از برآورد میکنیم، نه تنها برآوردی که مشاور داده و ضریب نداره، آن چیزی که پیمانکار پیشنهاد داده و مبلغ فصل توی برآورد یه ضریبی روشه دیگه، ضریب جزء فصل. خب همون ضریب جزء فصل تو داری تو کار کرده اعمال میکنی دیگه. اگه بخوای نسبت بگیری اینا با هم ساده میشن. پس اگر که توی مبلغ اولیه پیشنهادیت گفتی مبلغ فصل ضرب در بالاسری ضرب در منطقه ضرب در صوبت ضرب در سایر ضرایب، توی فصل کار کرده تم میخوای مقایسه کنی، باید ضرایب رو ببینی. اما اگر این رو خامش رو دیدی، بدون ضرایبش رو دیدی که معمولا اینطوریه، میای اینورم خامش رو میبینیم، یا آقا توی برآورد اولیه چقدر بوده و افزایشش بیشتر از 25% یا کمتر از 25%. حالا چند تا سوال اینجا باز دوباره پیش میاد که آقا ما حالا بیشتر از 25% افزایش مقادیر داشتیم، صورت وضعیت شماره 5، تا صورت وضعیت شماره 4 افزایش مقادیرم کمتر از 25% بوده، من ضریب جزء فصلم رو اعمال میکردم، از اینجا به بعد باید چی کار بکنم؟ از اینجا به بعد میای حداقل ضریب جزء فصل و ضریب کل پیشنهادیت رو اعمال میکنی تا صورت وضعیت های بعدی. یعنی ضریب جزء فصل شما تغییر میکنه. ماهیتش چیه؟ چرا این کار انجام میشه؟ اصلا فلسفه این که یه سقفی ما برای تغییر مقادیر در نظر میگیریم اینه که آقا کارفرما نتونه موضوع پیمان رو خیلی عوض بکنه. اگر که این سقف نبود چه اتفاقی میافتاد؟ مثلا میگفتش که شما داری اسکلت بتونی کار میکنی، حالا اسکلت فلزیش کن، تغییر مقادیر من خیلی زیاد میشه، ماهیت کارم عوض میشه، من اصلا پیمانکاری هستم که اسکلت بتونی کار میکنم، اسکلت فلزی بلد نیستم. اینا همه جز مواردیه که باید در نظر گرفته بشه و سقف گذاشته بشه تا موضوع پیمان خیلی جابجا نشه، برای اون سقف در نظر میگیرن. تا اینجا تا کار کرده 4 ضریب جزء فصلت مثلا 1.05 بوده و ضریب کل پیشنهادیت نته 1، از اینجا به بعد ضریب جزء اون فصلت میشه 1. پس حواست به این مقدار باشه. خب من یه مثال بزنم که بهتر براتون جا بیفته. این یه صورت وضعیته، یه سری ضرایب پیشنهادی داریم و یه سری فصولمون کار کرده حالا پایکارم نداشته. توی مثلا فصل دهم کارهای فولادی سنگین، فرض کنیم که این 424 میلیون تومان توی برآورد اولیه‌مون 300 میلیون تومان بوده. حالا فرمتش هم یکی کنم که درست در بیاد.
مثلا 3 میلیارد ریال یا 300 میلیون تومان بوده. این 25 درصد مازادش چقدر میشه؟ یعنی اگر ضرب در 1.25 من بکنم میشه 375 میلیون تومان. من باید بیام اینجا برای کار فولادی سنگین یه ردیف اضافه کنم، این رو کپی کنم اینجا، اینم حالا ردیفم درست کنم که شمارشش اشتباه نشه، اینا رو یه مقدار مرتبش بکنم. خب مقداری که اینجا ما برای مبلغ داریم رو میگم آقا این عددی که الان داریم منهای این 375 میلیون تومانی که 25 درصد مازادش هست، که اینا رو همه رو وسط چین کنم، بذارید اینا رو فرمتاشو یکی کنم که عیناً بشه. و حالا اینجا اگر ضریب 1.1 رو ما در نظر بگیریم به عنوان ضریب جزء فصل، این 424 میلیون باید 375 میلیونش، حتی قبلش من اینو کپی کنم و به عنوان عدد سیف کنم که جابجا نشه، 375 میلیونش با ضریب 1.1 یعنی ضریب جزء فصل پرداخت میشه. ما بعدش که 49 میلیون تومنه با ضریب 8 درصدی که ضریب کل پیشنهادیمون هست پرداخت میشه. پس من برای این که حالا اینجاست، من برای این که مقدار فصلم از 375 میلیون که 25 درصد مازادش بوده اضافه تر شده، برای این کار اومدم دوتا ردیف کردم تا اون 25 درصد رو با ضریب جزء فصل پرداخت کردم یا دریافت میکنم و ما بقی اون رو هر چی که مونده با ضریب کل پیشنهادیم که توی این پیمان من 8 درصد بوده دریافت میکنم. مجموع اینها میشه برای فصل دهم. پس تا 25 درصد مازاد همون ضریب جزء فصل و بیشتر از 25 درصد مازاد رو ما میایم با ضریب کل پیشنهادی دریافت میکنیم. خب بریم سراغ خود قرارداد. خود قرارداد چه سقفی داره؟ خود قرارداد یه سقف 25 درصد نسبت مبلغ اولیه پیمان داره، همون مبلغی که تو ماده 3 موافقتنامه ذکر شده. نسبت به اون شما اگر مثلا 100 میلیارد تومان بوده مبلغ اولیه پیمانت، نهایتا میتونی تا 125 میلیارد تومان کار کنی. آقا من هنوز 125 میلیارد تومانم پر شده، هنوز آماده بهره برداری نیست، چیکار باید بکنم؟ بهت نشون میدم چند تا قرارداد که اینجوری شده. میان قرارداد دومی میبندن، اصطلاحا میگن قرارداد متمم یا الحاقی، که جفتش هم اشتباهه. توضیح میدم که چرا اشتباه متمم و الحاقی، و اصلا یه قرارداد جدیده، اون کارفرما میتونه بره با یه پیمانکار دیگه قرارداد ببنده. اما چون کار هنوز آماده تحویل نیست، معمولا به صورت ترک تشریفات مناقصه با همون در واقع پیمانکار میبندن. چرا؟ چون پیمانکار جدید میاد، اولا دوباره تجهیز کارگاه جدید باید انجام بده مختص خودش، دومی که میگه آقا اون کاری که پیمانکار قبلی کرده من قبول ندارم، پیمانکار قبلی هم بعدن توی تحویل قطعیش میگه آقا من درست انجام داده بودم، پیمانکار بعدی اومد خراب کرد. پس کارفرما میاد ترک تشریفات مناقصه میبنده و یه قرارداد جدیدی اعمال میکنه. حالا اینکه این قرارداد باید با همون ضرایب باشه یا تفاوت باشه، راجبش مفصل صحبت میکنم، نمونهاشو هم نشون میدم. پس سقف قرارداد من نهایتاً 25 درصد میتونه افزایش داشته باشه. کاهشش چطور؟ کاهشش هم نهایتاً میتونه 25 درصد باشه، و اگر که حالا بیشتر از 25 درصد کاهش داشت، یعنی من داشتم مثلا 100 میلیارد تومان یه مبلغ اولیه پیمانی، حالا یه بخشی از زمین رو کارفرما نتونسته من تحویل بده و وقتی که حالا اون بخش حذف شد از کار من، چون خاطرتون هست دیگه گفتیم که اگر نتونه زمین رو تحویل بده بعد از اون مدت 30 روزه‌ای که داشت و این مدت تأخیر بیشتر از 30 دهم مدت اولیه پیمان یا 6 ماه هر کدوم که کمتر باشه بشه، و اون مقداری که داره کم میکنه کمتر از 25 درصد باشه، پیمانکار میتونه اون قسمت از زمین رو از در واقع قرارداد خودش حذف کنه با اعلام 15 روزه قبلی. اما اگر بیشتر از 25 درصد باشه میتونه اعلام خاتمه پیمان کنه. حالا من میگم که کارفرما اومده 20 درصدش رو نتونسته تحویل بده، گفته آقا ولش کن،
و چون 20% رو تحویل بده، گفته آقا من نتونستم اینو تحویل بدم، ولی اونجاهایی هم که زمینش رو تحویل دادم اون 20% دیگه هم نمیخواد انجام بده، چون منوط به این بوده وقتی این انجام نشه اونم فایده نداره. یعنی 40% کار من رو کم کرده. قراردادی که مبلغ اولیش بوده 100 میلیارد تومان شده 60 میلیارد تومان. اینجا من پیمانکار میتونم تقاضای خاتمه پیمان رو بکنم. چرا میتونم؟ چون من اومدم تمام قیمتم و آنالیزم رو روی 100 میلیارد تومان گذاشتم و با توجه به اون رفتم بچینگ آوردم، اومدم کارگر آوردم، اومدم اتاق کارگری ایجاد کردم، اومدم آزمایشگاه ایجاد کردم. میگم که آقا من یه پروژه 100 میلیاردی دارم که توی 2 سال بعد انجام بدم و متناسب با این مثلا چه بدونم 50 تا سرویس بهداشتی میخوام. اومدم 50 تا سرویس بهداشتی کار کردم. حالا شما اومدی کارکرد من رو یه دفعه 40% رو کم کردی. خب نیروی من هم کم میشه، یه سری از تجهیزم اضافه میاد، یا اینکه اصلا برنامه ریزیام به هم میخوره. من میخواستم یه پروژه 100 میلیاردی انجام بدم و سودم رو توی اون ردیف هایی دیده بودم که اصلا شما حذفش کردی، به خاطر همین میتونه تقاضای خاتمه پیمان رو داشته باشه. پس کاهش مقادیرم تا 25% اشکالی نداره، بیشتر از 25% پیمانکار میتونه تقاضای خاتمه پیمان رو بکنه طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان. این از این. پس سقف رو گفتم، حالا ریزکاری هاش رو میگم، باز هم جلوتر بریم تو استعلام ها اینا هست اعلام میکنم، یعنی تا آخر این جلسه مطمئن باشید که چیزی راجع به تغییر مقادیر ناگفته نمیمونه. خب من بگم که مبلغ اولیه پیمان تو تغییر مقادیر عوض نمیشه. اگه یادتون باشه من تعریف که میکردم گفتم ما یه مبلغ اولیه پیمان داریم که تو ماده 3 موافقت نامه نوشته میشه، یه مبلغ پیمان داریم که این مبلغ پیمانمون میشه مبلغ آخرین کارکرد، چون کارکردها تجمعیه دیگه. یعنی چی؟ یعنی صورت وضع شماره 5 میشه 1, 2, 3, 4 و 5. پس چون تجمعیه من آخرین کار کردم میشه مبلغ پیمانم تا به اون تاریخ، و زمانی که مثلا صورت وضعیت قطعی بدم دیگه در نهایت کار مبلغ پیمانم میشه مبلغ صورت وضعیت قطعی. مبلغ پیمان با مبلغ اولیه پیمان فرق میکنه. ما بیس یه سری از محاسبات اون مبلغ اولیه پیمانه. مثل چی؟ مثل تضمین انجام تعهدات. راجع به تضامین گفتم، تضمین انجام تعهدات، تضمین حسن انجام کار، تضمین پیش پرداخت و تضمین شرکت در مناقصه یا اصطلاحاً تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار. توی تضمین انجام تعهدات گفتم آقا 5% مبلغ اولیه پیمان رو باید پیمانکار بیاد تضمین بده که من این کار رو انجام میدم. آیا وقتی که تغییر مقادیر دارم تضمین انجام تعهداتم هم اضافه میشه؟ خیر، چون موضوع پیمان یکسانه و تضمین انجام تعهدات بر اساس مبلغ اولیه پیمانه. خب من پیش پرداخت قرار بوده کارفرما به هم مثلا 20% پیش پرداخت بده، الان افزایش مقادیر داشتم، پیش پرداختم هم اضافه میشه؟ خیر، پیش پرداخت نسبت به مبلغ اولیه پیمانه، مبلغ اولیه پیمان تغییری نکرده. یه مورد دیگه، من مثلا یه پروژه‌ای داشتم 100 میلیارد تومان، 25 میلیارد تومان میتونستم تغییر مقادیر داشته باشم دیگه، درسته؟ حالا اومدم سقف 25 میلیارد تغییر مقادیرم رو پر کردم، از این برم 50 میلیارد تومانم از ردیف های برآوردم اجرا کردم، شده 75 میلیارد تومان. هنوز 25 میلیارد تومان تا خود قرارداد دارم، 25 میلیاردم بالاش. آیا میتونم تغییر مقادیرم رو افزایش بدم؟ خیر، نمیتونی. تغییر مقادیر نهایتاً 25% مبلغ اولی است. خب چی کار بکنم؟ هنوز کار آماده بهره برداری نیست و تغییر مقادیرم هم خیلی زیاد شده، سقفش پر شده، دیگه بیشتر از این به هم نمیدن. میره سراغ قرارداد دوم، یه قرارداد دیگه میبندی. بذاریم مثالش رو اینجا بهتون نشون بدم، مثالش خوبه. ببینید توی قراردادها که بهتون نشون میدادم، نمیدونم جلسه قبل همین رو نشون دادم، ببینید این همین داستان بود دیگه. عملیات اجرای پل‌های تقاطع غیر همسطح کنارگذر جنوبی بومهند با آزادراه تهران رودهند. خب قرارداد اول بسته میشه، قرارداد دوم میاد با چه عنوانی؟ با عنوان تکمیل عملیات اجرایی پل‌های تقاطع غیر همسطح کنارگذر بومهند با آزادراه تهران رودهند. قرارداد سوم چی؟
قرارداد سوم میشه باقی مانده عملیات تکمیلی تقاطع غیر همسطحی که ناگزیر جنوبی بومهن با آزادراه تهران رودهن، که حالا در مورد این که باید با همون ضریب کار کنی یا نظره بهش اضافه میشه جلوتر صحبت میکنم. پس ما میتونیم که اگر سقفمون پر شد بریم سراغ قرارداد بعدی، ولی لزوما ممکنه سقف تغییر مقادیرمون پر بشه ولی سقف قراردادمون پر نشه، باز باید بریم سراغ یه قرارداد جدید. معمولا اینطوریه که میان مثلا میگن آقا تا صورت وضعیت شماره 12 توی این قرارداده، از این صورت وضعیت تا صورت وضعیت مثلا ما قبل قطعی و بعدن آخری میاد توی قرارداد بعدی. آیا من باید تحویل زمین بدم برای قرارداد دوم؟ خیر. چرا؟ چون جلسه قبل باهاتون صحبت کردم گفتم شما دیگه الان کاملا دیده فنی دارید، یعنی باید بتونید اظهار نظر کنید تو مسائل مختلف و حرف منطقی و اصولی بزنید. بهتون گفتم تحویل زمین یعنی که آقا من برم از کارفرما زمین رو تحویل بگیرم، من پیمانکار الان تو زمین هستم، تجهیزم رو انجام دادم، پس دیگه تحویل زمین برای قرارداد دوم معنایی نداره. اگر 3 تا قرارداد، 4 تا قرارداد، 5 تا قرارداد هم شد، یه دونه تحویل زمین داره، یه دونه تحویل موقت داره. تو تحویل موقت می نویسن تحویل موقت قرارداد این شماره، این شماره، این شماره، این شماره، این شماره و هر کدوم با موضوع که برای انجام یک پروژه در نظر گرفته شده. من به نظرم بریم ماده 29 شرطون پیمان رو بخونیم، من ریزکاری های جدول تغییر مقادیر رو بهتون نشون بدم، بعد بریم سراغ قیمت جدید. خب ماده 29 میگه که در ضمن اجرای کار ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منظم به پیمان تغییر کند. یه چیزی هم بهتون بگم، ما یه فهرست بهای منظم به پیمان داریم که این تعریف خاص خودشو داره. فهرست بهای منظم به پیمان یعنی فهرست بهایی که اون پیمان رو ازش گرفتن و اصطلاحا فهرست بها ضمیمه پیمان هستش، یعنی بهای واحدها از اون فهرست بها گرفته شده. فهرست بهای منظم به پیمان یادتون باشه یه عدد و یه اسمه، مثلا رشته ابنیه سال 1400، مثلا راهوبان 1396، مثلا نمیدونم تأسیسات مکانیکی 1397. پس فهرست بهای منظم به پیمان یعنی چی؟ یعنی بهای واحدها رو از اون گرفتن. حالا برآورد انجام میشه، هر برآوردی یک فهرست مقادیر کار داره، اون چیزی که شما در برآوردت داری اسمش چیه؟ فهرست مقادیر کاره، فهرست بهای منظم به پیمانت نیستش، یادت باشه. یعنی شما خیلی من دیدم اشتباه میکنن، میگه آقا توی فهرست بهای منظم به پیمان من فلان ردیف هست یا نیست. فهرست بهای منظم به پیمانت چیه؟ یه عدد یه ساله، سال 96 فهرست‌بهای ابنیه، فهرست‌بهای منظم به پیمانه. اما میگم که فهرست‌بهای مقادیر کار یا فهرست مقادیر کار توی برآوردت چیه؟ برآوردتو میاریم یا این ردیفا دیده شده، اینا دیده نشده و این مقدار و بهای واحد رو دیده. پس اون چیزی که ما تو برآورد داریم فهرست مقادیر کاره. و اگرم نگاه بکنید توی حالا ماده توی پیوست پنجم فهرست بها به عنوان کارهای جدید که یکی از چالش هاست که میخوام مطرح بکنم اینه که آقا شما اگر که در برآورد اولیت برای یک فعالیتی مقدار یا بهای واحد ندیده بودی، اون میشه قیمت جدید. من اینم بذارید حالا که رسیدیم بهش باهاتون صحبت بکنم در موردش، این هم جذاب خواهد بود و حتما براتون جای سواله. این جلسه قراره که همه ی ریزکاری های مربوط به تغییر مقادیر رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب من میرم توی پیوست 5 کارهای جدید فهرست بهای ابنیه، هر فهرست بهای بری مشکلی نداره. تو بند 1ش نوشته چنانچه در فهرست بها و مقادیر منظم به پیمان، اینو فهرست بها نخونید،
فهرست بهای سازمان برنامه بودجه منظورش نیست، میگه فهرست بها یعنی قیمت و مقادیر منظم به پیمان. اون فهرستی که توی برآورد هستش و بها و مقدار کار رو آورده، و تو پرانتز اصطلاحا میگه برآورد هزینه اجرای کار، پس یه فهرستی که بها و مقادیر منظم به اجرای کار رو گفته. کجا گفته فهرست بهای سازمان برنامه بودجه؟ خب اگر قرار بود که بگه، میگفت فهرست بهای واحد پایه، حالا برای هر رشته ای. وقتی فهرست بهای واحد پایه نمیگه، یه فهرستی که بها و مقادیر منظم به پیمان توشه. کدوم فهرسته؟ بهتون گفتم برآورد هزینه اجرای کار. برای کار جدید ابلاغی قیمت واحد یا مقدار پیش بینی نشده باشد، برای تعیین قیمت جدید مطابق بند جیم ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می شود. میگه آقا تو برآوردت اون فهرستی که بها و مقادیرش داخلشه، توی برآوردت اگر که برای ردیفی مقدار دیده نشده بود یا بهای واحد دیده نشده بود، بعدن تو کار باهاش برخورد کردیم میشه قیمت جدید. حالا یه سری ها میان استعلام میارن از کارفرماها، یه از کارفرماها در واقع من استعلام میارن سازمان برنامه بودجه، میگم ببین صفر ما دیدیم مقدار اولیش رو، صفر هم مقداره، یعنی ما یک ردیف اجرایی داریم، مثلا یه سری ردیف اجرایی زدن، اونایی که مقدار داشته که خب مشخصه، یه سری ردیف اجرایی هم هست که مقدار اولیه‌شو صفر در نظر گرفتن و میگن صفر هم مقداره. حالا که در حین اجرای کار به این فعالیت خوردیم، باید از همون بهای واحدی استفاده کنی که توی فهرست مقادیرت تو برآورد بوده و دیگه قیمت جدید نیستش. در جواب به این سوال میتونم اینجوری بگم، وقتی که به ما میگه بهای واحد نداره یا مقدار نداره، ببین یا هم استفاده میکنه ها، یعنی یا با و خیلی فرق میکنه، و یعنی اینکه هم نباید اینو داشته باشه هم نباید اینو داشته باشه، اشتراکه. ولی وقتی میگه یا، یعنی یا بهای واحد نداره یا اینکه بحث مقدار رو نداره. حالا که مقدار رو نداره، مقدار نداره آخه یعنی چی؟ مقدار نداره، مقدار که نمیتونه عدد منفی باشه، مثلا ما منفی 5 کیلوگرم که نداریم که، یا مثلا منفی 5 متر مکعب تون ریزی که نداریم که. مقدار وقتی صحبت میکنه، وقتی میگه مقدار ندارد یعنی صفره. حالا شما کارفرما می استعلام میره از سازمان برنامه بودجه، نه صفر هم مقداره. من این جواب رو بهت میدم، ببین شما اگرچه میگی صفر هم مقداره و حالا یه استعلامی از یه جای سازمان برنامه بودجه در اومده و یه سری ها بهش استناد میکنن، اما منطقی نیستش، چون شما به عنوان پیمانکار وقتی داری تو مناقصه شرکت میکنی، میای برای ردیف هایی که 80% مبلغ پیمان رو تشکیل میدن آنالیز میدی و توی اون ردیف ها اصلا این ردیفی که مقدار صفر دیده نشده، اونی که مقدارش یه دونه است، یعنی مثلا زده یه واحد، اون مقدارش دیده شده، خب مقدارش کم بوده، ولی اونی که مقدارش صفره خیلی حساب نمیشه کرد. برای همین خیلی از مشاورا برای اینکه خیالشون راحت باشه میزنن یه واحد، مثلا 5 واحد، 2 واحد، مثلا خاک برداری بتون ریزی این آیتم مثلا 1 متر مکعب. چرا اینو زدی؟ توی پیمانکار تو مناقصه میخوای شرکت کنی، تعجب میکنی 1 متر مکعب، 1 متر مکعب چیه داستانش؟ اینو زده که بعدن بگه آقا ما مقدار داشتیم، بهای واحدش مشخصه، اگر کار بد ابلاغ کردیم این میره تو حوزه تغییر مقادیر. برای اینم تو همشه مناقصات مفصل گفتم چیکار باید بکنید. ببین اون فصل هایی که کلن قیمت نداره، خب میاد یک ضریب بالا براش در نظر میگیرید، جوری که اصلا کارفرما جرئت نکنه بگه که آقا طبق فهرست بهای منظم به پیمانت و بگه آقا قیمت جدید. یعنی مثلا یه فصلی هست اصلا شما هیچ مقداری درش نداری، بیا یه ضریب بالا براش در نظر بگیر. آیا آنالیز میخواد؟ خیر. چرا؟ چون اصلا مقداری نداره، من ضریبشو گرفتم 3، یعنی هر ردیف اینجا رو با 3 برابر قیمت انجام میدم این فصلو. آیا آنالیز میخواد؟ خیر. آنالیز که نمیخواد که، چون جزء 80% ردیف هایی که تشکیل داده برآورد رو نیستش. اما برای اینکه داخل یه فصل باشه، ما میدونیم که خب بر اساس، بهتون یاد میدم تو مناقصات که چجوری باید قیمت در بیارید، ما میدونیم که بر اساس تمام ردیف ها که قیمت در نمیاریم، نگاه میکنیم به فصل میلگرد، میبینیم خب میلگرد آجدار مثلا قطر 18 تا
18 به بالامون بیشتره، یا حالا توی 1400 این در واقع تفاوت برداشته شده. میگم آقا میلگرد آسه هم بیشتره، آدم بیشتره، یا این مثلا بولت هم بیشتره. اون دو سه تا ردیفی که خیلی تو اون فصل بولده اونا رو انتخاب میکنیم، بر اساس اونا قیمت میدیم. ممکنه 10 تا ردیف دیگه هم داشته باشه ولی اونا رو دیگه تو ظریف جزء فصل تأثیر نمیدیم یا تأثیرش خیلی کمه. به خاطر همین یه ردیف وقتی به یه فصل اضافه میشه معمولا خیلی اتفاق خاصی نمیفته، حتی اگر که در واقع استناد کردم به اینکه اگر سفتاش هم مقدار و فلان و اینها برای فصل مشکلی پیش نمیاد، برای سایر فصلی هم که ردیف نداشته اصلا مقدار یعنی ردیف داشته ولی مقدارش صرف بوده هم که گفتم ضریب بالا بدید، مشکل اینجوری حل میشه. پس حواستون به این قضیه باشه که اگر به یه حالا درستش اینه، اگر که شما در حین اجرای کار به فعالیتی خوردی که تو برآوردت مقدارش نیست حتی اگر صفر باشه یا بهای واحد نداره، اون کار میشه قیمت جدید. پس اینو گفتم حواستون باشه. در مورد فهرست بها و مقادیر منظم به پیمان هم خواستم صحبت بکنم. پس این تفاوت رو اینجا بهتون بگم، میگه در ضمن اجرای کار ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منظم به پیمان تغییر کند. پس داستانش با فهرست بهای منظم به پیمان که فهرست بهای واحد هست فرق میکنه. این همون برآورد منظورشه، فهرست بها و مقادیر منظم به پیمان کار به پیمان. تو پرانتز بذارید برآورد اجرای کار، تمام. یعنی من اینو این قسمت رو مینویسم برآورد اجرای کار. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود. این یه خالی بندی بیش نیست، یعنی همیشه پیمانکار میاد محاسبه میکنه، مهندس مشاور چک میکنه. مثل سایر موارد، شما مگه پیمانکار تعدیل نمی نویسه؟ مگه پیمانکار کارکرد نمی نویسه؟ مگه پیمانکار مابو تفاوت نمیده؟ مگه پیمانکار جرایم بتون نمی نویسه؟ همه اینها رو پیمانکار در واقع می نویسه، محاسبه میکنه، مشاور چک میکنه. و حالا پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار موظف به انجام با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار از حدود تعیین شده درزی بیشتر نشود. نرخ پیمان گفتیم یعنی بهای واحد ضرب در ضرایب پیمان. مثلا این واحد، این ردیف اجرایی بهای واحدش 100,000 تومنه، چه ضربی بهش تعلق میگیره؟ مثلا بالاسری و منطقه میشه 100,000 تومن ضرب در بالاسری ضرب در منطقه، این میشه نرخ پیمان. نرخ پیمان وقتی میگه با نرخ پیمان انجام میشه یعنی چی؟ یعنی آقا پول بیشتر نمیدیم، ضریب جداگونه در نظر نمیگیریم. حالا دو تا موردی که میگه، یک، میگه افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید موضوع بند جیم نباید از 25% مبلغ اولیه پیمان. ببین راجع به مبلغ اولیه پیمان صحبت میکنه، یعنی چی؟ یعنی ماده 3 موافقت نامه. اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمت‌های جدید، ابتدا قیمت‌های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می‌شود، یعنی همون تعدیل معکوس، و سپس ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. پس قیمت جدید اون میره برای تعدیل معکوس. پس اینو توضیحش رو بهتون الان بدم، شایسته و جایزه. بریم سراغ قیمت جدید. با مفهوم قیمت جدید آشنا شدید؟ گفتم من بر اساس قیمت‌های روز با در نظر گرفتن تمام ضرایبم میام یه قیمتی رو پیشنهاد میدم، اما فقط ضریب بالاسری بهش اعمال میشه. بریم ببینیم تعدیل معکوس داستانش چیه. من هم اینجا رو باز کنم هم بیام سراغ تعدیل. البته تعدیل معکوس رو مفصل توی آموزش جامعه محاسبه تعدیل صحبت کردیم در موردش، منتها میخوام اینجا هم یه سری توضیحات بدم. خب قبل از اینکه اینو بگم، من به یه فعالیتی خوردم شده حالا قیمت جدید به هر دلیلی، توی پیمانم من اصلا تعدیل ندارم. تعدیل معکوس چیه داستانش؟ اگه شما تعدیل نداری معنایی برات نداره تعدیل معکوس، چون نوشته بود اگر که شامل
بخونید نرخ پیمان تعدیل نرخ پیمان بشه. اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها بشه، یعنی اگر شما تعدیل آحاد بها داشتی در اون صورت میای تعدیل معکوس میکنی، اگر نداشتی که به کار خودت میرسی، تو صورت وضعیتت میذاری. حالا من میخوام این 5000 تومانی که مثلا برآورد کردم به عنوان قیمت جدیدم رو تو صورت وضعیتم بذارم، همین جوری بذارم؟ خیلی تو صورت وضعیتی که میخوای بذاری، شما ضریب منطقه و صعوبت و پیشنهادی و همه اینها رو در نظر گرفتی. پس اگر میخوای 5000 تومن بذاری تو صورت وضعیتت، باید بر اینا تقسیم کنی. حالا این 5000 تومن بالاسری هم درش دیده نشده. اگر بالاسری هم دیده شده بود، یعنی بعد از اعمال بالاسری داشتی حساب میکردی، باید بر اون هم تقسیم کنی. من اینجا مثالشو براتون میزنم. من مثلا یه ضریب منطقه دارم 1.05، یه ضریب جزء پیشنهادی دارم برای اون فصلم 1.02 مثلا، یه ضریب صعوبت هم دارم 1.07، هر چیزی. خب حالا میخوام این 5000 تومن رو بیارم تو صورت وضعیتم، باید تقسیم بکنم بر این چند تا ضریب و عدد نهایی میشه 4363 تومن. این 4363 تومن میره توی صورت وضعیت من قرار میگیره. 4363 تومن ضرب در مقدارش میشه با سایر ردیف ها جمع میشه، میشه جمع فصل. به اون جمع فصل هم ضریب جزء فصل تعلق میگیره، هم پیشنهادی، هم منطقه تعلق میگیره، هم صعوبتم، بالا سری هم که در نهایت به همه تعلق میگیره. پس من همون 5000 تومن رو دارم آخر سر به اضافه بالا سری، ولی وقتی که میخوام تو صورت وضعیتم بیارم، برای اینکه مشابه سایر ردیف ها بشود و جداگونه توی ردیف دیگه ای نیارم، تعدیلش، حالا تعدیل که نداره توی این مثال، محاسباتش سخت نشه، میام چیکار میکنم؟ بر ضرایبی که غیر از بالا سری هست تقسیم میکنم. تموم شد و رفت. حالا من یه پیمانی دارم تعدیل داره و میام آنالیز میکنم بر اساس زمان انجام کارم، میشه 5000 تومان، یعنی 50000 ریال. آنالیز قیمت کار جدیدم کی بوده؟ توی سه ماهه سوم 97 بوده و فصل نهم رشته راهوبان بوده. خب شاخصش 1270.4. شاخص مبنای پیمانم چقدر بوده؟ سه ماهه اول 95 501.3. من اومدم قیمتم رو بر اساس روز حساب کردم، بعد میخوام ببرم بذارم تو صورت وضعیتی که این صورت وضعیت مبنای پیمانش سال 95، الان 97 مثلا، مال دو سال قبله. و اگر که تعدیل نداشتم که مهم نبود، چون وقتی تعدیل نداری شما هم مبلغی که حساب میکنی بهت میدن و تمامش میره. ولی وقتی که تعدیل دارم، من میخوام تعدیل این صورت وضعیت رو برای از 97 تا 95 هم بگیرم. پس باید مقدار این تعدیل رو کمش بکنم، باید مقدار تعدیل کاهش پیدا بکنه. پس چیکار میکنم؟ میام تعدیل معکوس انجام میدم. مبلغ 5000 تومنم رو میبرم به مبنای پیمان. چجوری میبرم به مبنای پیمان؟ تو آموزش تعدیل مفصل گفتیم، من فرمولش رو اینجا براتون بنویسم. ببین، شما میگی که شاخص مبنای زمان برآورد، حالا زمان آنالیز بگیم که قاطی نشه، یعنی اون آنالیز قیمت جدیدت، تقسیم بره شاخص مبنای پیمانت ضرب در 95% به اضافه 500. این میشه فرمول مربوط به تعدیل معکوس. حالا من این فرمول اومدم نوشتم، یعنی این شاخص زمان آنالیز رو تقسیم بر شاخص مبنای پیمان کردم، ضرب در 95% کردم به اضافه 500 کردم، شد 2.458. من این 5000 تومن رو تقسیم بر این 2.458 کردم، شده 2034 تومن و حالا 6 ریال، یا بخوایم به ریال بگیم 20346 ریال، تقریبا 2000 تومن. 5000 تومنی که من آنالیز کرده بودم شد 2000 تومن. یعنی من 2000 تومن رو باید تو صورت وضعیت بذارم؟ خیر، تازه شما باید بیای 2000 تومن رو مثل همون کار قبلی
بر اون ضرایبی که گفتم تقسیم کنی، باید 1745 تومن رو بذاری. یعنی من این 2000 تومنی که فقط بردم به مبنای پیمان، یعنی تو مبنای پیمان بردم، ولی تو دلش ضریب منطقم هست، صوبتم هست، پیشنهادیم هست، باید اینا رو ازش بکشم بیرون. تقسیم میکنم این 1700 تومن رو میذارم تو صورت وضعیتم. خب این 1700 تومن ضرب در مقدارش میشه، با سایر ردیف ها جمع میشه، به اون فرد ضریب پیشنهادی تعلق میگیره، ضریب صوبت، ضریب منطقه و در نهایت هم بالا سری. پس من اومدم رسیدم به همون 2000 تومن ضرب در بالا سری. خب شما اینجا از من میپرسی که 2000 تومن، یا عددش رو دقیق بزنیم، همین دو این عدد ضرب در بالا سریش هم مثلا 30%، به این عدد میرسم. من اینم هم جدا کنم هم اینجوری بذارم که حدودی دستتون بیاد، میرسم به 2645 تومن. خب من 2645 تومن دارم الان دریافت میکنم. من آنالیزم بود برای 5000 تومن چیکار باید بکنم. اینجا دیگه میره سراغ تعدیل. ما بقیشو از سال 97 تا سال 95 تعدیل میگیری. یعنی من اگر اینجا بهتون نشون بدم، اینو پاک کنم، شما مثلا اینو حذفش میکنم، اینم حذفش میکنم، مقدارشو میزنم چقدر، همون این مبلغ. خب این مبلغ اگه قرار باشه با این 501.3 شاخص مبنای این فصل، من برای آنالیزم هم 1270.4 رو میخوام، 1270.4. خب و این مبلغ صورت وضعیت قبلی رو گذاشتم، بذارید این رو کپی کنم بذارم اینجا، اینو پاک کنم. خب میشه 3900 خورده. یعنی من اگر بیام اینجا بگم مساویه با این عددی که از تعدیلش میگیرم، اینا رو مفصل توی آموزش متر من گفتم، فقط میخوام اینجا با کلیت کار آشنا بشید. الان حاصل جمع این دوتا چقدر میشه؟ میشه 6600 تومن. من اگر 5000 تومنم رو اینجا بزنم، اگر 5000 تومنم رو ضرب در 1.3 بالا سری بکنم، میشه 6500 یا 65000 ریال. پس من اگر میومدم میذاشتم مستقیم تو صورت وضعیت، 6500 تومن میگرفتم. الان دارم میام 2600 تومنشو از صورت وضعیت میگیرم، ولی 3950ش رو دارم میام از تعدیل میگیرم. یه سری جاها ممکنه که این عدد به آنالیز شما نرسه، شما ضرر بکنه، یه جاهایی ممکنه مثل اینجا بیشتر بشه. به شاخص بستگی داره و اینکه حالا چقدر اون شاخص توی اون سالها افزایش داشته. پس حواسمون باشه ما توی قیمت جدید ضرر نمی‌کنیم، میریم تعدیل معکوس که می‌کنیم بقیه‌شو از تعدیل می‌گیریم. حالا سال 1400 من دارم تو صورت وضعیتم از این آیتم قیمت جدید استفاده می‌کنم، چند میارم قیمت رو؟ قیمت رو برای صورت وضعیتی که تو 1400 آوردم همین 2030 خورده‌ای بود، همین 2000 تومنه میذارم. 1400 ایم بابا، یه بار من بردم به مبنای پیمان شده 2000 خورده ای، اون 2000 خورده ای رو تو 1400 میذارم. حالا از سال 95 تا سال 1400 هی بهش تعدیل میخوره، که حالا تعدیل داستان خودش رو داره و مثلا میبینی که به جای 6000 تومن من تو سال 1400 دارم 18000 تومن میگیرم. گرفتید چی شد؟ پس یک بار ما میبریم به شاخص مبنای پیمان، تعدیل معکوس یه باره، بعد دیگه اون عدد رو همیشه توی صورت وضعیت هامون استفاده میکنیم و مشابه سایر ردیف ها تعدیل میشه و ما با تفاوتش با تعدیل به ما پرداخت میشه. اینم در مورد قیمت جدید. حالا اینکه چجوری باید آنالیز بکنید هم بهتون نشون بدم. بریم سراغ یه چند تا آنالیز. تو آموزش مناقصات خب مفصلا در مورد آنالیز ها صحبت کردیم، من چند تا داستان رو بهتون میگم. حالا جدول که برای مناقصات جدول 1 تا 6 الف به پ رو داریم، من تو جدول پ که تجزیه بهای اقلام کار رو دارم، میام بر اساس 4 تا پارامتر نیروی انسانی، ماشینالات و ابزار، مواد و مساله و حمل، آنالیز میکنم که این ردیف قیمت جدیدم چه هزینه هایی برای من داره. این فرم خامشه، بذارید چند تا نمونه بهتون نشون بدم.
اول از همه یه دونه مثلا برای سال 98 رو بهتون نشون بدم، فصل 8، البته جدیدش هم دارم ولی حالا خیلی عددش مهم نیست، میزان آنالیز مهمه. ببین میگه که تهیه و اجرای بتون با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری 30 مگاپاسکال که آیتم 080107 ابنی است، واحدش متر مکعبه، یعنی من دارم برای 1 متر مکعب حساب میکنم و دارم بهای واحد به دست میارم، نیروی انسانی که لازم دارم متصدی ایستگاه‌های بتونساز یا بچینگ پلند، متصدی پمپ بتون، ویبراتورچی، کمک اپراتور، کارگر ساده، استادکار، بنای بتونکار، کمک بنای بتونکار و کارشناس فنی ساخت بتونه که هر کدوم و نفر ساعت بهش نیاز دارم. الان ادامه میدم اینها رو. بعد برای ماشینالاتم، مصالحم و حملم. بریم سراغ نیرو انسانی. میگم آقا من نفر ساعتی مثلا این مقدار به متصدی پمپ بتون نیاز دارم. یعنی چی؟ من اگر این عدد رو ضرب در 60 دقیقه که یک ساعته بکنم، یعنی تقریبا 3 دقیقه. یعنی اگر یه متصدی پمپ بتون 3 دقیقه وقت بذاره، 1 متر مکعب بتون ساخته میشه. پس برای ساخت 1 متر مکعب بتون متصدی پمپ بتون باید 3 دقیقه وقت بذاره. حالا متصدی بچینگ پلن چقدر باید وقت بذاره؟ ضرب در 60 دقیقه که 1 ساعته، 7.6 تقریبا 7.5 دقیقه هم یه متصدی بچینگ پلن وقت بذاره 1 متر مکعب بتون ساخته میشه. ما داریم برای 1 متر مکعب حساب میکنیم. این که این عددها مقدارها از کجا به دست میاد و ضریب عامل چیه و بهای واحد و اینو باید مفصل تو آموزش صحبت کنیم، خیلی گسترده است، مثلا ضریب عامل خودش یه جلسه است. این مقادیر ضرب در بهای واحد میشه، بهای واحدش هم بر اساس ساعته. مثلا میگه ساعتی چقدر میگیره؟ ساعتی مثلا 11,000 تومان، ساعتی 50,000 تومان. یه ضریب عامل داره که در واقع متعادل میکنه، یه سری تعاریف داره و در نهایت بهای کل این ردیف. حالا همه اینا با هم جمع میشه، میشه انقدر. یعنی ما اگر که جمع کل این فعالیتمون 189,000 تومانه، 14,000 تومانش مربوط به نیروی انسانیه، 51,000 تومانش ماشینالات و ابزاره، 106,000 تومانش مصالحه و حملش هم 18,000 تومانه. حالا ماشینالاتش چیه؟ خب خود بچینگ پلنت، تراک میکسره برای اینکه بتونه حمل کنه بتون رو، پمپ، لودره برای اینکه شن و ماسه رو بار بزنه برای بچینگ، بیل و فرغون و ویبراتور بنزینی هستش که ما به هر کدوم از اینها نیاز داریم. باز وقتی که مثلا میگم بچینگ پلنت 400م، یعنی چی؟ مثلا دقیقش رو بزنم، 421,000م، 421,000م ضرب در 60 دقیقه، یعنی اگر یه بچینگ پلن 2.5 دقیقه وقت بذاره، 1 متر مکعب بتون ساخته میشه. میشه یه دستگاه 1 ساعت. اینجا هم بود یک نفر مثلا چقدر از 1 ساعت، که ما گفتیم مثلا 1265 10,000م از 1 ساعت، یعنی 7.5 دقیقه وقت بذاره 1 متر مکعب بتون رو میتونه درست بکنه. پس اینجا ماشینالات رو دونیدی، مصالحش آب چاه و قنات رو داریم، ماسته شسته دانه بندی شده رو داریم، شن شسته دانه بندی شده رو داریم، سیمان پورتلند رو داریم، فوق روان کننده داریم و گونی برای عملآوریش که مجموع اینا باز هر کدوم متر مکعب تون، کیلوگرم، متر مربع حساب شده، مقداری که لازم داریم، بهای واحدش، ضریب عاملش، حاصل ضرب اینها و جمع مساله. باز حملم، خب حمل آب، شن و ماسه، سیمان، مواد افسودنی و گونیه که حمل اینها هم حساب شده و جمعش میشه این مقدار. یه دونم بهتون از آنالیزهای قیمت جدید نشون بدم، مثلا آنالیز تزریق. خب ما اومدیم برای تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق جهت تثبیت و تحکیم ترانشا و نظایران با دوقاب سیمان بر اساس واحد تن، نیروی انسانی که لازم بوده، ماشینالاتی که لازم بوده، مصالحی که لازم بوده، حملی که لازم بوده رو مشابه همون چیزی که دیدید، یعنی نیروی انسانی، نفر ساعت، مقدار، بهای واحد، ضریب و جمعش، و از این طرف دوباره ماشینالات، دستگاه، ساعت، مقدار، بهای واحد، ضریبش، مصالحی که لازم بوده، حالا آب و سیمان برای تزریق و حمل این دوتا رو داشتیم و رسیدیم مثلا به این عدد. اینم شد قیمت جدید. در واقع آنالیز قیمت جدید با آنالیز ردیف ستاره دار عیناً شبیه همه، منتها ردیف ستاره دار در زمان برابر توسط مشاور آنالیز میشه، قیمت جدید در زمان اجرای کار توسط
پیمانکار. این هم شده از توضیحات مربوط به قیمت جدید. برگردیم به خود شرط عمومی پیمان و توی بخش دوش در مورد جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها صحبت میکنه که نباید از 25% مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ از حد تعیین شده بیشتر شود، پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام میشود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده میشه. پس این هم از کاهشش و افزایشش هم که دونستیم سقفش 25%. کاهش هم شد 25%، یعنی اگر پروژه هم 100 میلیارد تومنه، ما تا 75 میلیارد تومن اشکال نداره کاهش داشته باشیم، اما بیشتر از 75 میلیارد تومن، مثلا بشه 70 میلیارد تومن، مثلا 60 میلیارد تومن، پیمانکار میتونه تصمیم بگیره. اگر خواست با همون نرخ پیمان کار بکنه، اگر نخواست میتونه تقاضای خاتمه پیمان رو بکنه. میگه در صورت حذف قسمت‌های از کار به استناد بند جیم ماده 28 تحویل کارگاه برای تعیین حد افزایشی یا کاهش مقادیر، طبق بندهای 1 و 2 به جای مبلغ اولیه پیمان، مبلغ اولیه پیمان پس از کسر مبلغ کارهای حذف شده به واسطه پیمانکار ملاک قرار می‌گیرد. این نکته خیلی مهمه. ببینید، ما مبلغ اولیه پیمانی که تو ماده 3 موافقتنامه میاد برای انجام موضوع پیمان برای 100% کاره. حالا شما به هر دلیلی توی بند جیم ماده 28 جلسه قبل گفتیم یه بخشی از کار رو نتونسته به شما تحویل بده، 20% کار حذف شده، شمای دو 80% مبلغ اولیه پیمان، پس نسبت به اون 80% مبلغ اولیه پیمان میتونی تغییر مقادیر داشته باشی، پس نسبت به اون 80% مبلغ اولیه پیمان باید تضمین انجام تعهدات بدی، پس نسبت به اون 80% مبلغ اولیه پیمان بهت پیش پرداخت پرداخت میشه. پس گرفتید چی شد؟ وقتی که مبلغ اولیه پیمان تغییر نمیکنه، ما تغییر مبلغ پیمان رو داریم، تغییر مقادیر داریم، هیچ. مبلغ اولیه پیمان سر جاشه، تضمین انجام تعهداتم سر جاشه، پیش پرداختم سر جاشه، همه چی سر جاشه، 25% هم نسبت به مبلغ اولیه پیمان لحاظ میشه. اما اگر مبلغ اولیه پیمان تغییر کرد، یعنی اومدن یه بخشی از کار رو حذف کردن، نه به واسطه تغییر مقادیر، یه موقع هست شما میگه اون بخش رو انجام نده، تغییر مقادیره، به واسطه اینکه نتونسته زمینش رو تحویل بده، یعنی در اون حالت که نتونسته زمینش رو تحویل بده، گفته آقا باشه این 20% مبلغ اولیه رو من نمیتونم تحویل بدم مثلا، پس مبلغ اولیه پیمان شما 80%ش میمونه و نسبت به اون 80% باید 25% افزایش کاهش رو حساب بکنید. تبصره دو میگه اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بند الف 1 و الف 2 این ماده تا 10% با دستور مهندس مشاور اعمال می‌شود، ولی اضافه بر آن با تصفیه کارفرما قابل اجراست. تا 10% افزایش یا کاهش مقادیر رو خود مشاور میتونه ابلاغ بکنه، اما بیشتر از اون باید بره سراغ کارفرما. تو بند بهش میگه در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویر صورت وجد قطعی مشخص شود مقادیر کار بدون آنکه از توی کارفرما کم شده باشد نسبت به مقادیر منظم به پیمان کاهشی بیش از حد تعیین شده در بند الف دو داشته باشد، در این حالت نیز نرخ پیمان ملاک عمل است. پس اگر که ما صورت وضعیت قطعی رو دادیم و دیدیم که مبلغ پیمانمون نسبت به مبلغ اولیه کاهشی بیشتر از 25% داره و هیچ جارم کارفرما کم نکرده، مثلا برآورد اولیه خیلی دست بالا بوده، 300 متر مکعب بتون ریزی بوده، تو برآورد دیدن مثلا 1000 متر، این باعث شده که آقا مبلغ کار کم بشه، میگه در این صورت هم باید با نرخ پیمان کار کنی، یعنی همون بهای واحد و ضرایب پیمان، که حالا نرخ پیمان یادتون باشه اگر که به پروژه تعدیل تعلق بگیره، نرخ پیمان تعریفش میشه بهای واحد ضرب در ضرایب پیمان به اضافه تعدیلی که به اون ردیف تعلق میگیره. بند جیمش که برای قیمت جدیده میگه اگر در چارچوب موضوع پیمان کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منظم به پیمان پیشبینی نشده است، پیمانکار باید بیدرنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده همراه با تجزیه قیمت، همون جدول پنجی که مشابهش بهتون نشون دادم، به مهندس مشاور تسلیم نماید. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین میشود و به تصویب کارفرما میرسد ملاک پرداخت. پس یکی از تفاوت‌هایی که قیمت جدید با آیتم ستاردار داشت این بود که قیمت جدید رو پیمانکار آنالیز می‌کنه در زمان اجرای کار، ولی آیتم ستاردار رو واحد برآورد کننده که میتونه مشاور باشه، میتونه کارفرما باشه، قبل از شروع کار آنالیز می‌کنه.
یه قیمت‌های جدید که به این صورت تعیین شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد، یعنی همه چیزو باید توش ببینی. از این رو تنها ضریب هزینه بالاسری پیمان به قیمت‌های جدید اعمال می‌شود. در صورتی که پیمان با استفاده از فهرست‌های بهای واحد پایه منعقد شده باشد، چگونگی تعیین قیمت جدید علاوه بر مفاد این بند تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قیمت‌های پایه در تعیین قیمت جدید با اولویت یاد شده است، که میشه همون داستان آنالیزی که بهتون نشون دادم، جدول مشابه اون. جمع بهای قیمت‌های جدید علاوه بر آن که تابع سقف تعیین شده در بند الف است، نباید از 10% مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. یه نکته که هست اینه که ما یه سقف 10% برای قیمت جدید داریم و یه سقف 25% هم برای سقف یعنی خود پیمان داریم. اینا زیر مجموعه همه، یعنی اگر که شما 5% قیمت جدید داشتی، نهایتا میتونی 20% تغییر مقادیر داشته باشی. جمع قیمت جدید و تغییر مقادیر با هم باید بشه 25% حد اکثر. پس اگر که شما گفتی آقا من سقف قیمت جدیدم 10%، 10% رو پر کردی، تغییر مقادیرت میشه نهایتا 15%. جمع اینا باید بشه 25%. اقلام فاکتوری یه نوع قیمت جدید حساب میشن. راجع به اقلام فاکتوری صحبت کردیم، فقط ضریب بالاسری بهشون تعلق میگیره و ضریب بالاسری که به اقلام فاکتوری تعلق میگیره جمع میشه با همین قیمت جدیدا و اون هم سقف 10% رو باید براش در نظر بگیریم. پس اقلام فاکتوری هم مثل قیمت جدیده، اون سقف 10% رو داره ولی جدا نه، یعنی اقلام فاکتوری و قیمت جدید با هم باید سقف 10% رو داشته باشن. ماده 29 بند ه رو از ابتدا خیلی گفتیم. نوشته تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش بینی شده در شرایط خصوصی است. که حالا به شرایط خصوصی رسیدیم، من نمونه‌هاشو بهتون نشون میدم که ماده 29 بند ه می‌نویسه که آقا این پیمان شامل تعدیل این بخشنامه است که معمولا بخشنامه سال 82 و شاخص مبنای پیمانش رو هم ذکر میکنه. خب قبل از اینکه بریم سراغ سوالات و ابهامات، من جدول تغییر مقادیر رو هم بهتون نشون بدم که از اون بابت هم آگاه باشید به داستان تغییر مقادیری. توضیح خوبی هم در مورد چند تا قرارداد میشه بگم بهتون که دیگه کامل مسلط باشید.